اگر خواب شما این چنین است، مرگتان نزدیک شده. خواب و رویاهای ما بخش از افکار روزانه ما هستن، اما معنی خواب و رویاهامون تنها ریشه در افکار ندارن، بلکه میتونه نشونه ای از بروز نوعی بیماری باشه، به طوری که اگر رویای خشن ببینید در معرض ابتلا به پارکینسون هستین یا انواع خوابهای دیگه که به دلیل بروز بیماری های خاص در بدن به سراغتون میاد. ادامه این ویدیو رو حتما با دقت تماشا کنید تا دلیل خوابهای نارام خودتون رو بدونید. همراهان تکسان تیوی سلام. اگه دوست دارین بدونین خوابهاتون چجوری خبر از مشکلات جسمی یا روحیتون میده، این ویدیو رو با ما همراه باشین. ولی قبلش ازتون میخوایم لطفاً کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیوهای جدید ما رو زودتر از بقیه ببینید. مشکل قلبی دارید؟ افرادی که کابوس‌های شبانه مکرر دارن ممکنه به طور قابل توجهی در مقایسه با افرادی که کابوس نمی‌بینن بیشتر از یه ضربان قلب نامنظم یا درد قفسه سینه داشته باشن. این ممکنه به این دلیل باشه که مشکل قلبی میتونه تنفس توی شب رو دشوارتر کنه. چقدر خلاق هستید؟ افراد خلاق بیشتر در مورد چیزهای غیر معمول رویا پردازی میکنن و با موانع موجود توی دنیای طبیعی نمیتونن کنار بیان. این واقعیت‌های عجیب و غریب میتونه این افراد رو توی شب بیدار نگه داره. دیدگاه‌های سیاسی. گفته میشه محافظه‌کارانه ها بیشتر احتمال داره رویاهای روحی و واقع‌گرایانه داشته باشن، در حالی که لیبرال ها رویاهای عجیب و غریبی دارن. آیا این به این معنیه که لیبرال ها دید و ذهن بازتری دارن یا اینکه توی فانتزی های خودشون گرفتار شدن؟ گزینه شما کدومه؟ از چیزی اجتناب میکنید؟ آیا خواب میبینید که یه غریبه، یه هیولا و یا یه موج جزر و مد غول‌پیکر دنبال شماست؟ این نشون دهنده اینه که توی زندگی روزمره‌تون از چیزی میترسید. از خودتون سوال بپرسین چه چیزیه یا چه فرد خاص یا احساسیه که از مواجه شدن با اون میترسین. فسخ طلاق. توی این مورد برای افرادی که مدت زمانی با هم بودن و بعدش طلاق گرفتن، رویاهای غمناکی درباره رابطه قبلیشون میبینن که رابطهشون خیلی بهتره. رویاها ممکنه به افراد مطلقه کمک کنه و بر روی ضربه روحیشون کار کنه. میخواین همه چیز رو تغییر بدین؟ در اینجا چگونگی کنترل رویاهاتون وجود داره؟ خطر ابتلای شما به پارکینسون. 90% افرادی که رویاهای خشن میبینن، مشت زدن، لگد زدن یا فریاد زدن توی خواب، در نهایت ممکنه به بیماری پارکینسون مبتلا بشن. رفتارها میتونه نشونه هایی از اختلال خواب رم و علائم اولیه بیماری باشه. ممکن است آپنه خواب داشته باشید. اگر رویاهای وحشتناکی در مورد غرق شدن یا خفگی می‌بینید، ممکنه آپنه خواب داشته باشید. یعنی اینکه در حالی که خواب هستین، موجب توقف تنفس شما برای چند ثانیه میشه. یه مطالعه نشون داد که این نوع کابوس‌ها در 91% بیماران مبتلا به آپنه خواب بعد از درمان تمام میشه. اگر سیگار را ترک کنید خوب است. یه مطالعه نشون داد که هر چقدر بیشتر در مورد سیگار کشیدن خواب ببینید و احساس گناهی از بیرون انداختنش داشته باشید، بیشتر احتمال داره که ترک کنید. اینا اسرار مورد علاقه خواب ما از نظر پزشکان خواب هستش. ممکن است افسرده باشید. افراد افسرده خیلی زودتر از بقیه شروع به خواب دیدن میکنن. حدود 45 دقیقه بعد از خوابیدن به جای 90 دقیقه برای افراد معمولی. این علائم هشدار دهنده برای افسردگی و شما باید با یه متخصص دیدار کنید. کابوس‌های مکرر یا تکراری که توی خواب‌های شما وجود دارن، نشونه دیگه ای از اضطراب یا افسردگی هستن. اگه کابوس‌های شما بعد از یه رویداد نگران کننده اتفاق میفته، ممکنه اون ضربه برای مغز شما به قدری بزرگ بوده که نمیتونه به راحتی حذف کنه. متخصص خواب یا روانشناس میتونه کمک کنه. حالا شما به ما بگین، آیا خواب دیدن زنها و مردها یکی هستش؟ آیا تمام خوابها رنگیه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.